در ولایت ختلان جوان 21 ساله را برای تبلیغ عقیده های گروه ممنوعی دولت اسلامی توسط شبکه های اجتماعی و اینترنت به زندان محکوم کردند. فیروز عبدالعزیزوف ساکن جماعت وحدت نوحی وخش را هفته گذشته بر اساس ماده 307 قسم 2 کادکس جنایی تاجیکستان یعنی دعوت عاموی برای فعالیت اکستریمیستی 6 سال از آزادی محروم کردند. فیروز عبدالعزیزوف روز 15 آگوست زمان بازگشت از مسکو بازداشت شد. یک مسئول دادگاه ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت که عیبداری عبدالعزیزوف ثابت شده ولی حکم هنوز به اجرا ندرآمده است. او گفت نزدیکان فیروز تا یک هفته دیگر فرصت دارند که برای بازبینی حکم به زینه‌های بالای دادگاه مراجعه کنند. به قول این مسئول دادگاه گناه عبدالعزیزوف پخش عکس و نوار و لایک گذاشتن زیر مطالب دارای خصوصیت اکستریمیستی در شبکه اجتماعی بوده است. فیروز عبدالعزیزوف زمانی در مسکو بودنش در صفحه خود در شبکه اجتماعی ادنا کلاسنیک عکس پرچم داعش را نشر کرده مخاطبان خود را به پشتیبانی از عقیده های این سازمان ممنوع دعوت کرده است. نصرالله میرزایف وکیل فیروز عبدالعزیزوف در صحبت به رادیو آزادی گفت که نفر تحت حمایتش در مرافعه به اتهامات دادگاه موافقت کرده است. در خلاصه مرکزی اسلام شناسی تاجیکستان از ماه سپتامبر سال به گروه دولت اسلامی منصوب بودن متنها دعوت عاموی برای انجام فعالیت اکستریمیستی برانگیختن کینه و عداوت دینی و نژادی داشتن این مطالب ذکر شده است. مقامات انتظامی در جنوب تاجیکستان میگوید ده ها پرونده جنایی افراد متهم به فعالیت های اکستریمیستی و تروریستی در ماه های اخیر بر اساس نوشتجات شهر یا پخش تگمچه های ویژه پشتیبانی از فکر و عقیده های افراطی در شبکه های اجتماعی باز شده است. مسئولین دادگاه ختلان میگویند که آمار دقیق آنهایی که محض طریق شبکه‌های اجتماعی به حزب و حرکت‌های ممنوع تروریستی پیوستند در اختیار نیست، ولی از کل پرونده‌هایی که به بررسی وارد می‌شوند تخمیناً 90%شان بر اساس فعالیت شخص در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی باز شده است. تابستان سال جاری پارلمان تاجیکستان به قانون درباره فعالیت اپراتیوی و جستجویی تغییرات وارد کرد و به خادمان ساختارهای انتظامی اجازه داد که در جریان تفتیش مطالب نشر کرده شخص در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را همچون دلیل به اعتبار گیرند. این موضوع در مطبوعات محلی بحث ایجاد کرد، ولی مقامات گفتند که همه روزه 3 میلیون کاربران اینترنت در تاجیکستان توسط شبکه‌های اجتماعی یا پیامی خطرناکی موضوع اکستریمیستی را دریافت میکنند. حتی در صورتی که شخص زیر پیام‌ها شهر نوشته، تنها تگمه کلاس یا لایک را به نشانی رضایت یا پشتیبانی از این اندیشه پخش کند، این موضوع همفکری او با عقیده های خطرناک ارزیابی می شود. برخی قانونگذاران و مخالفینی تشدید نظارت از اینترنت می گویند که نظارت خادمان پلیس و نوشتجات کاربران شبکه های اجتماعی انتخاباً صورت می گیرد. در حالی که برخی گروه های حقوق بشر مجازات برای شهرنویسی در شبکه ها را غیر قابل قبول و خلاف به آزادی های شهروندی می دانند، مقامات می گویند در صورت عدم جلوگیری از پخش این موضوع نوشتجات در عالم مجازی شخص می تواند دست به عمل زند. دلیل آنها هم این است که تنها با صفی دیش در 4 سال اخیر از تاجیکستان بیش از 1100 شهروند تاجیکستان پیوستند و اکثری آنها در باره این تشکیلات ممنوع و خشونتزا توسط اینترنت آگاه شدند.